دقت کنید، یکی از خوبی های ویندوز XP که شما میتونید چند تا هوم داشته باشید. الان چیه؟ یه هوم دارید دیگه، اونم msn.com. خب من میخوام یه صفحه دیگه ایست هوم من باشه. یه روشش اینه که گفتم مثلا من بزنم گوگل، الان میخوام این صفحه من هوم باشه، بیام اینجا. ببینید دقت کنید، اینو میزنم، میگم add this web page to your home page. yes، یعنی این صفحه هوم من باشه گوگل. حالا چه اتفاقی میفته؟ میبندم اینترنت رو میزنم. ببین من چند تا الان هوم دارم، دو تا، یکی MSN یکی هم گوگل. بعد شما میتونید در آن واحد دو تا، سه تا، سه تا فیوریت هایی که میاد اینجا، دو تا، یعنی دو تا سایت برات مهمه، سه تا سایت مهمه، هر سایتی، مثلا اکبر زهیری رو میزنم، اکبر زهیری blogfa.com، میخوام اینم جزء همای من باشه، سه تا صفحه داشته باشم که هم من باشه. خب میام اینجا add remove، بعد میگم که use this، این صفحه هم هم من باشه. حالا از این دفعه close tab میبندم، هر وقت به اینترنت وصل شدم سه تا هم، هر کدوم اینم فعاله، اینم فعاله، اینم، هر کدوم خواستم، ولی اینا دیگه همیشه هستن، پس این همه. هر وقت هم خواستید بردارید کاری نداره که بیایید ارزم بزرگ شما که اینجا و remove یعنی چی؟ بردار. کدومشو برمیدارم؟ اکبر زهیر رو میخوام بردارم. yes، مطمئنم. فقط الان از این دفعه چند تا هوم دارم؟ دو تا. یعنی از این دفعه به اینترنت وصل شدم فقط دو تا، گوگل و msn.com فعال میشه. پس اینم از گزینه هوم که میتونیم چند تا سفر رو داشته باشیم، 10 تا، 5 تا، هر کدومی که خواستیم. خب تبارم که کار کردیم، صفحاتم که کار کردیم، منوهایی که مختلفی که کار کردیم، طریقه دیدنش هم گفتم، اینا رو میتونید بزنید چند حالته ببینید. گزینه بعدی فیورته، که اگر دقت کنید من حالت عادی برمیگردم. فیورت، فیورت یه سایت های مورد علاقه. مثلا من وارد یه سایتی میشم، گوگل سرچ میکنم، مثلا انگلیش. وقتی سرچ میکنم انگلیش اومد، خودش اتوماتیکوار میاره. حتی فارسی ها، من مثلا فرض کنم بنویسم فارسی، بنویسم مثلا گرا، همین که بنویسم گرا میبینید آورد، گرا مه، ببینید هر چی گرامر هست، مثلا گرامر انگلیسی رایگان، فلان زبان، فلان گرامر زبان انگلیسی آورد. حالا سوالات گرامر انگلیسی زبان هر کدوم از این سایت هایی که انتخاب کردیم ارزم حضور شما که میزنم. این صفحه، صفحه مورد علاقه منه، فرض کنید. اینو چیکار میکنم؟ فیوریت، اینو میزنم. اد یعنی چی؟ اضافه کردن، اد تو فیوریت، اضافه کن. اسمش هم همین باشه یا تو کدوم پوشه، اینا دیگه تو اینترنت نگاه کردید، بس به فیوریت من. حالا به چه دردم میخوره؟ این صفحات رو میبندم. فردا به اینترنت وصل شدم، مرده دادم، فردا به اینترنت وصل شدم، حالا میخوام به وارد اون سایت زبان بشم، فیوریت میزنم. از بین فیوریت ها اینا اینجا اضافه کرده بودم، قسمت فیوریت آموزش زبان انگلیسی رو میزنم، اون سایت دیگه دم دسته، هی نمیخواد برم آدرسشو پیدا کنم که چیه چیه کجا. بقیه گزینه ها رو فقط دارم تاکید میکنم، اینا add to favorite یعنی سایت اضافه کن. خب بقیه گزینه ها رو فقط برید از اون سی دی نگاه کنید، چون واقعا وقتی که اینجا من بخوام همه اینا رو چیکار کنم توضیح بدم. منوهای اینا هم این همونه، فرقی نمیکنه. یعنی شما ببینید من الان لست سشن رو باز میکنم، چیزایی که باز کرده بودم، چند صفحه دارم. من الان استارت بگیرم تب، نگاه کنید اینترنتمون رو نشون میده، ببینید. خب اما بیام روی آیکون اینترنت، نگاه کنید صفحاتی که بازه از همینجا، ببینید چون چند تا صفحه بازم از هر کدوم میتونم از همینجا گوگل انتخاب کنم. یعنی به جای اینکه از اینجا تب اینا رو بزنم، مثلا میرم تو هیستوری، یه اینجا MSN، مثلا مینویسم اکبر زهیری، تا سایت منم بیاد فعال بشه، یه صفحه رو کلیک میکنم اینم باز بشه. حالا میام اینجا، میتونم از همینجا انتخاب کنم وارد کدوم صفحه بشم، هر کدوم خواستم، یعنی کوچیک میکنه، نشون میده برای ما جلو. بعد شیشه ای میتونم بکنم، این همون، هیچ فرقی نمیکنه، این شیشه ای بشه که من اینترنت بلش کنم، از حالت شیشه ای. همون منوهایی که گفتیم تو اینترنت هم چیه؟ فعال، کارهایی که داشتیم انجام میدادیم. مینیمایز، مکسیمایز، هر چیزی که هستش. خب قسمت آخر در مورد ارزم بزرگ شما که این بحث، کلیک راست روی صفحه ها. ببینید روی جای خالی کلیک راست کنید، یه گزینه هایی دارید،
روی در اونجایی که دست میشه کلیک راست کنید یه گزینه هایی دارید، هر قسمتی کلیک راست کنید یه گزینه هایی دارید. یعنی الان اینجا کلیک میکنم، مثلا من فرض کنید جیمیل رو بزنم، میره روی جیمیل، از این استاتوس بار وضعیت داره نشون میده که چه اتفاقی میفته. خب دقت کنید، من مینیمایزش میکنم. ببینید من الان اینجا فرض کنید یادگیری زبان از طریق خبر یا چند نمونه سوال میدم روش، این پایین نشون میده استاتوس بار نشون میده که این چی. وقتی کلیک میکنم این شروع میکنه انجام دادن، یعنی میگه که این کار انجام داده، یه اروری فایلی هم توش ارور داشت نتونست باز کنه بیاره. اما روی اینجا کلیک راست گزینه های مختلف داره، متن رو انتخاب کنم کلیک راست یه سری گزینه هایی داره، روی لینک کلیک راست یه گزینه هایی داره، روی عکس کلیک راست یه گزینه هایی داره. بس روی اینترنت دقت کنید هر صفحه ای که دارید انجام میدید گزینه های مختلفی رو میتونه برای شما چکار کنه، فعال کنه. google.com رو میزنم میاد google.com. خب روی عکس کلیک راست اوپن لینک میگه این لینک رو باز کن، وارد اون سایت میشه که بک کلیک راست میکنم بک برمیگردم به صفحه سراغ کلیک راست. میتونم این عکس رو سیو سیو یعنی سیو پیکچر، این عکس رو ذخیره کنم روی دسکتاپ، روی دسکتاپ سیو، یعنی فقط چیکار کردم عکس رو این عکس رو ذخیرش کردم که بعد باش کار کنم، هر کاری که دوست داشتم انجام بدم. بس روی عکس میتونیم بیا اوپن لینک و سیو تارگت و اینها که توی اینترنت کاملا کار شده، چیز جدیدی نداره، توضیح نمیدم. بعد جای خالی کلیک راست همه این گزینه‌ها کار شده، بلاگ اینا رو هم گفتم، ترنسلیت ترجمه اینا رو گفتم، اکسلراتور گفتیم چیکار میکنه، ویو سورس اینا رو هم همه رو توضیح دادم. کلیک راست روی یک کلیک اون جایی که دست میشه کلیک کنید، بعد گزینه خاصی اضافه نکرده، اکسلراتور اینا چیزایی که هستش اینا گفتیم.